درود به شما همراهان در این ویدیو ابتدا گزارشی داریم از هواشی انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایران از جمله حمله مرگبار به یکی از روحانیون حکومتی در حوزه انتخاباتی و همچنین پوشش اخبار این انتخابات در رسانه های داخلی و خارجی در ادامه خبر کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در دمشق و در آخر گزارشی از صدور احکام سنگین برای شروین حاجیپور خواننده معروف برنده جایزه گرمی. حمله مرگبار به امام جمعه میبد و عدم مشارکت مردم در انتخابات جمعه 11 همه اسفند 1402 انتخابات مجلس شورای اسلامی با جو سنگین امنیتی و حضور نیروهای سرکوب حکومتی در سراسر ایران به ویژه زاهدان در حالی برگزار شد که از قبل مشخص بود با هواشی بسیاری همراه خواهد بود Hazreti üzerim ya sakın bu evde şapsa zaten. yazdı ismi. Rahibi'yle. یکی از این هواشی که به خبر داغ روز و تیتر خبرگزاری های داخل و خارج از ایران تبدیل شد، سوء قصد به علیرضا حسنی امام جمعه موقت میبود در حوزه رایگیری بود. این خبر با تصاویری که به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر شد، نشان دهنده عمق نفرت مردم ایران از جمهوری اسلامی بود. شماری از رسانه های بین المللی در گزارش هایی به این نخستین انتخابات پس از اعتراضات سراسری 1401 در ایران و همچنین شرکت نکردن گسترده مردم در این نمایش حکومتی پرداختند. خبرگزاری رویترز انتخابات اخیر ایران را آزمایشی برای سنجش مشروعیت جمهوری اسلامی در وضعیت نامیدی فزاینده مردم از مشکلات اقتصادی و محدودیت آزادی های سیاسی و اجتماعی دانست و به آمار پرشمار ادام های سیاسی توسط رژیم ایران در یک سال گذشته اشاره کرد این خبرگزاری به نقل از یک دانشجو در تهران نوشت مردم به دنبال تغییر رژیم هستند و تصمیم گرفتند که رأی ندهند چرا که رأی دادن را به منزله تقویت جمهوری اسلامی میدانند شبکه خبری CNN نیز در همین رابطه نوشت به گفته تحلیلگران حکومت ایران شاهد حضور کم سابقه شرکت کنندگان در این انتخابات بود زیرا مردم ایران با اقتصاد بیمار بیاعتمادی سیاسی به مقامات و مسئولین حکومت و همچنین آثار جنبش اعتراضی سرکوب شده دست و پنجه نرم میکنند. یک شهروند ایرانی از تهران با گفتگو با این شبکه گفت مردم انتخابات را نمایشی می دانند و عقیده دارند که شرکت در چنین رویدادهایی همدستی و کمک به حکومت برای کشدار، سرکوب و چپاول و قارت بیشتر است. روزنامه گاردین چاپ لندن نیز در گزارشی نوشت پیش بینی می شود که اکثر مردم خشمگین و ناامید از انتخابات دوری کنند و زیرا می دانند که هدف حکومت از این انتخابات مشروعیت بخشیدن به رژیمی است که در ارائه استانداردهای زندگی، محیط زیست و آزادی های فردی به مردم نه تنها شکست بلکه بدترین عمل کرد را به ویژه در زمینه نقض حقوق بشر داشته است این روزنامه بریتانیایی در بخشی از گزارش خود به شعارهایی مانند نه به آخوندها اشاره کرد که در این ایام بر روی شیشه های برفی اتومبیل ها نوشته شد خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی عنوان کرد که فراخوانها برای تحریم انتخابات در هفته های اخیر گسترش یافت و موجب شد حکومت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گیرد. آسوشیتد پرس در این مورد به نظرسنجی مرکز دولتی ایسپا اشاره کرد که بر اساس سومین نظرسنجی که از 5100 نفر در طی روزهای هفتم و هشتم اسفند انجام شد، تنها 38.5 درصد از مردم ایران گفته بودند که در انتخابات شرکت می کنند. روزنامه تایمز اسرائیل هم نوشت ناامیدی روبرشت عمومی از مشکلات اقتصادی و نارضایتی از محدودیت های حاکمان روحانی تندرو بر آزادی های سیاسی و اجتماعی بسیاری از مردم را از شرکت در انتخابات منصرف کرد. در همین رابطه تصاویر بسیاری از سراسر ایران به خبرگزاری های غیر دولتی و خارج از کشور ارسال شد که نشان دهنده ی حوزه های خالی از رای دهندگان و همچنین تمسخر رژیم توسط مردم بود. انتخاباتی برای مجلس پر از جمعیته حالا بریم صف بربری رو نگاه کنیم ببینیم اونجا چه خبره این هم بربری این هم صفحه. سنگکمون حالا بریم یه حوزه انتخابیه دیگه بربری دیگه ماشاءالله سه صفحه بربریه دو تا از انتخاباتی ولی نیست از طرفی آبراهام پیلی قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واکنش به برگزاری این انتخابات نوشت رژیم به دنبال سوء استفاده از این انتخابات به عنوان ظاهرسازی برای نمایش دموکراسی است اما تا کنون هزاران نامزد را رد صلاحیت کرده مردم ایران به خوبی می دانند که این انتخابات فارغ از هر نتیجه‌ای نماینده مورد نظر مردم نیست ما نیز میدانیم دنیا میداند که مردم ایران تأثیری در صندوقهای رأی ندارند شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به برگزاری این انتخابات حکومتی نوشت ملت ایران با گفتن نه بزرگ به جمهوری اسلامی بار دیگر نشان دادند که جز به سرنگونی خامنه ای و رژیم شکست خوردهش نمی و آینده ای آزاد و مرفه خود را پس از سقوط جمهوری اسلامی در یک ایران سکولار یک پارچه و دموکراتیک جستجو می کنند. او انتخابات جمهوری اسلامی را از سال 1358 تا به امروز انتخاباتی غیر واقعی و فریبی بزرگ برای مشروعیت بخشیدن به رژیم نامشروع کنونی خواند و گفت مردم ایران بعد از 45 سال آزمون و خطا به این آگاهی با ارزش رسیدند که هر آنچه مربوط به سیرک انتخابات رژیم است از نمایشی که برای خبرنگاران و دوربین تدارک میبینند تا نتایجی که اعلام می شود تماما غیر واقعی و تقلبی هستند. یکی دیگر از هواشی انتخابات ایران که از قبل نیز بارها به آن اشاره شده بود امکان تقلب در آرا بود که با وایرال شدن ویدیوی یک شهروند به این گمان زنی مهر تایید خورد در یکی از این ویدیوها شهروندی میگوید رأی نداده اما با شناسنامه‌اش رأی ثبت شده خب رأی بدم زیر دستگاه گفت برادر تو رأی دادی گفتم والله بدینت من رأی ندادم گفتم رای ننگه آقا ساعت ایجاد چه مایدغه بله چهارشنبه شما رای دادم گفتم من در رای پس مورش کجه آنچه که مسلم است انتشار صدها ویدیو و گزارش از عدم مشارکت مردم در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی نشان داد که بعد از سرکوب خونین اعتراضات سراسری 1401 شکاف عمیقی بین ملت و حکومت ایجاد شده که با هیچ چیز پر نخواهد شد جمهوری اسلامی اعلام کرد 40 درصد خودش اعلام کرده یعنی بیشتر از این دیگه نتونسته اعلام کنه چون میدونسته که دیگه خیلی تابلو بازی میشه و مشخصه که این دروغ گویان کسیف خیلی 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 شرکت کرده باشن مردم تو این سیرک انتخابات بیشتر از 20 درصد نبوده اما واکنش دولت های غربی به این نگفتن مردم ایران یعنی اعلام تلویحی عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی همچنان دو پهلو و نامشخص است چرا که اکثر این دولت ها در پشت پرده با حکومت ایران زد و بند تجاری و سیاسی دارند و ترجیح می رژیم کنونی ساقط نشود بنابراین عدم شرکت مردم ایران در انتخابات فرمایشی نقش مهمی در رساندن صدای اعتراض آنها به جهانیان دارد تبریک میگم به ملت دیروز یه دهنی محکم زدن به نظام استبدادی دینی و نشون دادن اگر متحد باشن و با اراده محکم که به نظام بیستن سرنگونی و نابودی استبداد دینی آخوندی مثل آب کشته شدن فرمانده سپاه در دمشق رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که در حمله اسرائیل به ساختمانی در بندر با نیاس سوریه سرهنگ رضا زارعی از پاسداران منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران به همراه دوز و گروه حزب الله لبنان کشته شدند این خبر در حالی منتشر شد که در چند ماه اخیر و از زمان آغاز جنگ در نوار غزه مقامات جمهوری اسلامی خصوصا فرماندهان سپاه پاسداران به طور مداوم در حال رجزخانی و تهدید دولت اسرائیل هستند اما عملا غیر از همین تهدیدهای لفظی تا کنون اقدام خاصی انجام ندادند این بار نیز با اعلام اقدام به انتقام یادآور انتقام سخت در پی کشته شدن سردار تروریست سپاه قدس یعنی قاسم سلیمانی هستند انتقامی که بار اول با شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری به مرگ سرنشینان هواپیمای اوکراینی در خاک ایران منجر شد و بار دوم حمله مرگبار به شرکت کنندگان مراسم سالگرد کشته شدن سلیمانی در کرمان را رقم زد که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. شروین پور به زندان و ساخت موسیقی علیه آمریکا محکوم شد. همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی در ایران، قوه قضاییه با اعلام خبر صدور احکام سنگین علیه یک هنرمند معروف مردمی، ورق دیگری بر عملکرد سیاه خود اضافه کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های داخلی شروین حاجیپور خواننده ترانه برای در حساب کاربری این اینستاگرام خود از محکوم شدنش به سه سال و هشت ماه حبس برای اتهامات وارده خبر داد این هنرمند با انتشار حکم دادگاه خود اتهامات وارد شده را تبلیغ علیه نظام و تحریک مردم به اختشاش اعلام کرد و نوشت که به جز سه سال و هشت ماه حبس به مواردی از جمله دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مطالعه کتابهایی ماننده نظام حقوق زن در اسلام و هم همچنین ساخت موسیقی علیه آمریکا و انتشار آن در فضای مجازی محکوم شده است. شروین هاجیپور در روز 22 دیماه ماه سال جاری نیز بار دیگر از احضارش به دادگاه خبر داده بود لازم به یادآوری است که ترانه برایی که در اوج اعتراضات سراسری 1401 منتشر شد با استقبال بینظیر نه تنها مردم ایران بلکه سراسر دنیا مواجه شد و توسط بسیاری از هنرمندان غیر ایرانی به اکثر زبانهای زنده دنیا بازخوانی و منتشر گردید شروین هاجیپور بعد از انتشار این آهنگ زندانی شد و مدتی در بازداشت وزارت اطلاعات مورد آزار و تهدید قرار گرفت همچنین ویدیوی این ترانه از صفحه اینستاگرام او حذف شد اما کار از کار گذشته بود و این ترانه به سرعت رکورد چهل میلیون بازدید را در جهان رد کرد و از طرف سایت آکادمی گرمی که هر ساله به بهترین هنرمندان و آثار هنری در حوزه موسیقی جوایز ارزنده اهدا می کند و به عنوان اسکار موسیقی شناخته می شود به عنوان سرود غیر رسمی معترضین علیه حکومت ایران معرفی و کاندیدای دریافت جایزه شد در نتیجه هیئت داوران 65 امین دوره جوایز بزرگ گرمی جایزه بهترین آهنگ برای تغییرات اجتماعی را به ترانه برای ساخته شروین حاجی اعطا کرد این در حالی بود که شروین برای دریافت جایزه اجازه خروج از کشور نداشت و تحت کنترل شدید عوامل اطلاعاتی و امنیتی حکومت ایران بود زن، زندگی آزالی. بعد از این هواشی مجله تایم هم شروین حاجی پور را به عنوان یکی از صد شخصیت تاثیرگذار سال 2023 میلادی معرفی کرد این بار نیز قوه قضایی حکومت ایران در ادامه سرکوب مردم با ایجاد خفقان و حضب مخالفین با صدور این احکام سنگین ظالمانه سعی در خاموش کردن صدای منتقدین دارد. اگرچه حاجیپور مجددا در صفحه اینستاگرامی خود تحمل این احکام از جمله زندان رفتن را به مردم ایران تقدیم کرد و نشان داد همچنان بر سر مواضع انتقادی خود ایستاده است. دفتر تاریخ قطعا نام شروین حاجیپور را به عنوان مبارز راه آزادی و عدالت تا ابد گرامی خواهد داشت. همانطور که در قلب 85 میلیون ایرانی ماندگار شد. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری اخبار در انتشار آگاهی سهیم باشید.